دارم میرم شمال. صبحانه ایرانیه دیگه، چیزی جز پنیر نداره. میکشن به اون چیزی چی میگن؟ خب بعد اسم یه سازم هست که دو حرف صد اینجور میزن رو لبشون اینجور میزنن از این پانکامی نیست؟ آره بگو حالا سر هم آنم دیگه یه سازم ایرانی نیست خارجی هنگ درم؟ نه من دو کارم هست بیانسته؟ نه مورگ داره توش هم یه حالا اسم این چیزه اینو به مرجان بگو. مرجان این کسی که چیز میکنه تو بونگای کار میکنه. نه اون یکی. نه به اسم کوچه بازاری چی میگن؟ دلال. آره. آره به وسیله حمل و نقل. وسیله حمل و نقل. این چی الان؟ وسیله حمل. آره دلال.
پارسال چقدر دیر میگذره؟ آقا من پارسال اومده بودم اینجا و الان با دوستام اومدیم. پارسال دقیقا تیر ماه من اومدم اینجا و حالا میام توضیحات تکمیلی رو بهتون میگم. و فقط این که الان خیلی گرمه و گرما زده شدم. من الان یه مریضی گرفتم هفته پیش که دیگه خیلی سریع تا یه ذره گرما میخوره به هم کلن اصلا کنفرکون میشم. حالا برم یه چیزی بخورم و یه استراحتی بکنم بعد میام. برم آفرین. ترشی تره بیسش چیه؟ ترش تره ترشه یعنی واقعا بنیادی نترشه زره گرمه. آره دویدم من دویدم من راه خیس از خاک خونه رو باز صدای زنگ صدای زنگ خورد و بعد از شادی با حال پرواز در اومد باز در اومد باز از شوق اون کوچه و شوق دریا لبم خندون سرم سرمست گریه یادم نیست عشقا دور از این کوچه دور از این خونه است دلامون از شوق بارون است شوق برفای روی ناتون گرماد و بارون دریا موجارون کرسی داغ و شاتو تا تو باغ در اومد حال ما خوب جایی دور آتیش قنچه روی شاخه میگه باز بهار اومد خسته
summer sky when our love was new and our hearts were. امروز یک شنبه است و الان ساعت 10:30 صبح و روز دومیه که ما اینجاییم و الان میخواییم بریم صبحونه بخوریم. این پشت ما رو میبینید و بریم صبحونه بخوریم و بعدش هم حرکت کنیم. صبحونه عزیز چقدر خوبه. سلام هم سیدی. سلام، های نیبر. مورنینگ. آقا من احتیاج کردم من احساس کردم که یه چای دیگه احتیاج دارم و رفتم ازش یه چای دیگه گرفتم و اصلا نمیدونم چرا توی این سفر من قدر احساس به کافئین میکنم و دلم خواهد همش کافئین بخورم. منی که خیلی قهوه نمیخورم اینجا همش دارم میخواهد که قهوه بدم. من صبحونم رو خوردم و اومدم اینجا که بگم اصلا چی شد، چجوری اینجا رو ما پیدا کردیم و چی شد که یهو اومدیم. من پارسال پیش اومده بودم اینجا و سال پیش در واقع می‌خواستیم بریم رشت و یه روز زودتر راه افتادیم و در نتیجه هیچ جایی رو پیدا نکردیم و گفتیم که بریم بومگردی، چون بومگردی ها اتاق‌های زیادی دارن و ممکنه که جا داشته باشن. و خب من هر جای رو زنگ می‌زدم هیچ جا نبود تا اینجا رو زنگ زدم و گفتش که بیاید. بعد زمانی که ما رسیدیم اینجا شب بود و اصلا هیچ چیز دیده نمی‌شد خیلی و خوابیدیم و صبح که بیدار شدیم از خواب خیلی صحنه خوبی بود. اون ور کلاً دارت جنگل بود، این ور دشت بود و بعد دور تا دور رودخونه آب بود و اصلا یه فضای خیلی خیلی خوبی بود. بعد چی شد که امسال اومدیم خیلی یهو، یعنی فکر کنم در عرض 5 دقیقه که ما تصمیم گرفتیم که پاشیم بیایم اینجا، به خاطر اینکه یه شب با همین دوستامون که الان اومدیم اینجا رفته بودیم شام. بله بعد آره ما یه شب رفته بودیم شام و بعد یهو تصمیم گرفتیم که مورنینگ جایی رو پیدا نکرده بودیم و بعد یکی از دوستامون گفتش که آره من دلم میخواد برم شمال و من نمیتونم بمونم و پاشید یه جایی بریم و هر طور که شد بریم، پاشید همین الان بریم. کجا بودیم؟ ما فشن بودیم. گفتش که پاشید هر طور شده الان بریم و نمونیم تهران و اینا. و من گفتم که حالا من پارسال یه جایی رفتم، جای خیلی خوبی بوده، خیلی جای دنج و دوست داشتنی بوده، واقعا دلپذیر بوده. اگر میخوای ولی اینجوری بومگردیه و اینا، اگر میخوای که میتونی زنگ بزنی بهشون ببینی که تخت خالی دارن، اتاق خالی دارن یا نه. و این دوستمونم زنگ زد با این به اینجا و گفتن که آره هست. ما یعنی میگن در عرض 5 دقیقه تا 10 دقیقه تصمیم گرفتیم که یهو بیایم. و دیشب هم رفتیم رشت و نیم ساعت اینجا تا رشت فاصله داره، رفتیم میدون شهرداری و غذا خوردیم و خوب بود. یعنی سفر یه روزه بود ولی واقعا من سفر یه روزه زیاد رفتم. مثلا آدم اگه تایمش رو مدیریت کنه و زود راه بیفته واقعا خوبه، یعنی اصلا میتونیسته بگی که خیلی خسته بشی و اینا. و خوبیش نه که تهران رشت اتوبان داره و دیگه تو شلوغی جاده و اینا نمیمونی، چون چالوس و حراز اتوبان نیستن و ماشینا خیلی کند میرن، لاینای کمی داره. ولی تهران رشت چون اتوبان داره اینطوری نیست. الان هم صبحونه رو خوردیم و میخوایم یه ذره دیگه بریم از این فضای استفاده کنیم و بعدش هم برگردیم تهران. آره دیگه اینطوری. خب ما همه چیز رو جمع کردیم و دیگه داریم برمیگردیم به تهران و زندگی روتینه و اینجا رو واقعا دوست دارم و واقعا هم خواست یک هفته همینجا بمونم. و حیف دیگه، حیف که نمیشه و باید بریم به کار و زندگی و پردازی.